فوری دکتر عبدالله از حامیانش خواست که اجازه با شماری را در 7 ولایت بدهند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. دکتر عبدالله از حامیانش خواست که اجازه با شماری آرا را در 7 ولایت بدهند که بانه به کمیسیون مستقل انتخابات نماند. این در حال است که دکتر عبدالله چنین گفته بود: نتایج انتخابات اگر بر اساس آرا نباشد پذیرفتنی نیست. رئیس اجرای افغانستان گفت که در این دور از انتخابات سازش در کار نیست. و گزارش سپوتنیک به نقل از فارس، دکتر عبدالله رئیس ریاست اجرای افغانستان میگوید در این دور از انتخابات سازش نمی کنند و به مبارزه برای پیروزی ادامه خواهد داد. وای که با روزنامه نیویورک تایمز مصاحبه میکرد گفت غنی برای کشور یک چالش بوده و موضوع این است که چگونگی وای را بدون اینکه به کشور لطمه بزند از قدرت کنار گذاشته شود. 3 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، فرائین انتخابات به بن‌بست رسیده و مقامات افغانستان و غرب هشدار میدهند که این موضوع می تواند خطر بسیار بزرگی برای ثبات در این کشور نسبت به انتخابات گذشته به وجود آورد. به نوشته نیویورک تایمز، عبدالله که برای کسب کرسی ریاست جمهوری نامزد شده، برای 3 بار با مقامات کمیسیون مستقل انتخابات به بن‌بست خورده است. اما تفاوت در این دور با دفعات گذشته این است که دیپلمات های آمریکایی تمرکز خود را بر روی مذاکره با طالبان گذاشته و اعلام کردند که قصد برای مداخله در دور از انتخابات را ندارند. عبدالله در بخش دیگر از گفتگوهای خود با بیان اینکه مصمم به ادامه مبارزه است گفت اگر هدف یک فرد باقی ماندن در سیاست است، ولی دیگران را گمراه کرده و خود نیز راه را گم می کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، بسیاری از متحدین عبدالله جنگسالار و فرماندهان هستند که توسط اشرف غنی تحقیر شده و در آخرین لحظه و از روی اجبار به وای گرایش پیدا کردند و در حال حاضر نگران آینده سیاسی رئیس اجرای افغانستان هستند. یکی از این افراد جنرال دوستم است که در دوره گذشته انتخاباتی غنی وای را به عنوان معاون نخست انتخابات و سپس بسیاری از اختیارات وای را از وای گرفت. نیویورک تایمز می افزاید این فرماندهان با توجه به اختلافی که بر سر انتخابات پیش آمده، به عبدالله پیشنهاد دادند که برخی از ولایت های افغانستان را تصرف و از این طریق پیام محکمه به مخالفان ارسال کنند. از سوی دیگر، عبدالله بارها با سفرا و جنرال های غربی برای جلب حمایت آنها برای راهپیمایی خیابانی گفتگو کرده است. همچنین دیدار غنی با ترامپ در سفر غیر منتظره وی به افغانستان باعث عصبانیت مشاوران عبدالله از نادیده گرفتن شدن وی در انتخابات شده است. عصبانیت با تلفن پامپیو وی برای دلجویی از عبدالله تا حدود تسکین یافت. نیویورک تایمز افزود اختلاف اساسی در انتخابات افغانستان بر سر 300 هزار رای است که طرفداران عبدالله میگویند که کمیسیون بدون شفافیت آنها را به نفع غنی شمرده است. اطلاعات دستگاه های بایومتریک نشان میدهد که 100 هزار رای از این آرا در ساعت ها یا حتی روزهای پیش از شروع انتخابات به صندوق ها ریخته شده است. این در حال است طرفداران غنی و عبدالله را متهم میکنند که وی آب را گل آلود می کند تا دوباره سمی از قدرت به دست آورد. این رسانه امریکایی توضیح داد در سال 2014 عبدالله انتقاد داشت در دور اول انتخابات را پیروز شده است، اما حاضر شد در دور دوم با غنی وارد رقابت شد با این تصور که رقیب وی شانس برای پیروزی ندارد. اما هنگام کمیسیون غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد، عبدالله گفت که تقلب گسترده ای رخ داده است. اما اشرف غنی در 5 سال گذشته تقسیم قدرت را نادیده گرفت و عبدالله و طرفداران وی را به آشیه رانده است و این موضوع باعث شده که افغانستان در حال حاضر با یک بحران عمیق روبرو باشد. عبدالله همچنین در ادامه مصاحبه با نیویورک تایمز تاکید کرد متحدین وی در خواست مقابله با غنی را می دهد که این موضوع می تواند به فروپاشی دولت منجر شود. اما وی بارها به این افراد هشدار داده که این اقدامات کشور را از کنترل همه خارج خواهد کرد. وی در پایان با بیان اینکه بندوبال این نیست که مشکل برای کشور به وجود آورد گفت
اگر غنی به صورت عادلانه در افغانستان در انتخابات پیروز شود، به وی تبریک خواهد گفت. اما اگر این پیروزی بر اساس آرا نباشد، پذیرفتنی نیست. در همین حال امروز کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی با نمایندگان دسته های انتخاباتی جلسه مشورتی را تشکیل داده که تا اکنون ادامه دارد. این در حال است که نشست مشورتی کمیسیون شکایت با جناب سی دخل برای حل بنبست انتخاباتی با درگیری لفظی پایان یافت. رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتگو که تنها رای بایومتریکی در زمان معین آن قابل اعتبار است. به گزارش سپوتنیک، نشست مشورتی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با تکت های انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات، نهادهای جامعه بین المللی و سفیران شمار از کشورهای خودی در کابل برگزار شده است. این نشست به منظور بحث و مشوره روی چگونگی پایان دادن به بنبست کنین انتخابات برگزار شده است. در این محفل زهرا بیان، رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفت تنها رای بیرون رفت از بحران انتخاباتی تطبیق لوایح طرز عمل و قانون انتخابات است. او همچنین افزود که تنها رای بایومتریکی در زمان معین آن قابل اعتبار است. سپس هواعلن نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت 700 هزار رای باطل شده است، اما بیشتر از این کار دیگر کردن نمی توانیم. اسدالله سعادتی، معاون دسته انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله همچنین گفت ملاحظات آنان درباره آرای انتخابات ریاست جمهوری روی 5 نکته است و درباره آن توضیحات داد. عمر داودزاده نماینده دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی در ادامه این محفل گفت که کارهای کمیسیون مستقل انتخابات به پایان رسیده است و تنها موانع سیاسی در برابر اعلام نتایج انتخابات قرار دارند. در میانه این محفل نشست مشورتی کمیسیون های انتخاباتی به درگیری لفظی میان رئیس کمیسیون انتخابات و برخی از دسته های انتخاباتی انجامید. رئیس کمیسیون به دسته های انتخاباتی گفت دستتان خلاص نتایج را اعلام میکنند. این در حال است که اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات با شمار از تیم‌های انتخاباتی بر سر چگونگی اعتباردهی و ابطال حدود 300 هزار رای دچار اختلاف شدند. شمار از تیم‌های انتخاباتی با تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر باشماری آرا مخالفت کردند. این تیم‌ها استدلال کردند که در نخست باید حدود 300 هزار رای جنجالی باطل و پس از آن روند باشماری آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات اما روند باشماری و تفتیش آرا را در 27 ولایت تکمیل کرده و تاکید دارد که نخست باید این روند در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود تا پس از آن در مورد ابطال آرا تصمیم گرفته شود. کمیسیون مستقل انتخابات همواره تاکید کرده است که پیش از باشماری و تفتیش آرا نمیتوان آرا را باطل اعلام کند. اختلاف اعضای رهبری کمیسیون بر سر اعلام نتایج انتخابات. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره اعلام نتایج قسمی و یا نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری با هم مخالفت دارند و تا اکنون درباره اعلام این نتایج به توافق نرسیدند. و گزارش سپوتنیک روز گذشته این کمیسیون از احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری به روز چهارشنبه 20 قوس خبر داده بود. اما منابع به طول نیوز میگویند که علت تاخیر در اعلام نتایج انتخابات این است که تا اکنون اعضای کمیسیون به یک توافق نرسیدند تا نتایج قسمی شمار از ولایت ها را اعلام کنند و یا نتایج نخستین از تمامی ولایت ها را. محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر بنیاد قانون کمیسیون مستقل انتخابات نمیتواند نتایج نخستین را پیش از گردآوری نتایج آرای تمامی ولایت ها اعلام کند. ما نتایج ابتدایی را اعلام کردن نمیتوانیم. مطابق جزء 19 ماده 4 قانون فلحاظ و محلات باقی مانده که پاک است بدون دردسر است، از دید ما البته آن محلات را فاینل کرده، اعضای آن را تحلیل کرده، هر تیاجل همین لحظه روی میز کار ماست. اما عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک چنین نگاشته است که اعلام هر گونه نتایج پیش از رسیدگی به شکایت ها در این باره
برای آنان پذیرفتنی نخواهد بود. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.